بسم الله الرحمن الرحیم، با پنجمین قسمت از برنامه حافظه تاریخی ایرانی در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. شروع سال 1401 و فرارسیدن قرن 15 انقدر مهم هستش که ما به بهونه اون بخوایم ایران 1401 رو با ایران 1301 مقایسه بکنیم. در واقع ایران قرن 14 رو در حالی شروع کرد که سالها از نظام دیکتاتوری و پادشاهی رنج می‌برد و مردم هیچ جایگاه واقعی در نظام سیاسی خودشون نداشتن، چه در دوره قاجار و چه در دوره پهلوی. این روند حتی تا نیمه دوم قرن 14 هم ادامه داشت و اون چیزی که الان ما رو در ابتدای قرن 15 با 100 سال قبل خودمون متمایز میکنه این هستش که مردم به معنی واقعی کلمه در نظام سیاسی امروز ما حائز اهمیت هستن و نقش محوری در تعیین سیاست‌های کشور ایفا می‌کنند. امروز رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی به قدری اثرگذار و تعیین کننده است که حتی بعضی وقتا دولت‌های مختلفی که سر کار میان 180 درجه سیاست‌هاشون با هم متفاوته. به عنوان مثال دولتی رو داشتیم که در دوره کاملاً مخالف مذاکره با آمریکا بود و حتی بحث‌های مبنایی در تضاد ایران و آمریکا رو مطرح می‌کرد و بعد از اون دولتی بود که با رأی مردم سر کار اومد و برای اولین بار اجازه پیدا کرد در سطح وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم مذاکره بکنن و حتی به توافق برسن. در ابتدای قرن 14 ایران در شرایطی به سر می برد که تقریبا در هر دوره‌ای به واسطه یک قرارداد بخشی از تمامیت ارضی ایران مخدوش می‌شد و بخشی از خاک‌های سرزمینی ما به کشورهای دیگه الحاق می‌شد. مثلا در دوره قاجار که اواخر قرن 13 بود، ایران در اثر قراردادهایی مثل ترکمنچای، گلستان، آخال و چند قرارداد دیگه بخش قابل توجهی از خاک خودش رو از دست داد. این روند در دوره پهلوی هم تکرار شد و در دوره رضا شاه کوههای آرارات رو به ترکیه دادیم و در دوره محمد رضا شاه بحرین از ایران جدا شد. اما در سال 1401 جمهوری اسلامی ایران 44 سال رو تجربه کرده، در حالی که حتی یک وجب از خاک ایران رو به دشمن نداده. جالب بدونید در همون سال 1301 در خرداد ماه ایران رسما به روسیه تزاری میگه که روستای فیروزه که در زمان ناصرالدین شاه از ایران جدا شده رو به ایران پس بده، اما روس‌ها حتی محل ایران نمیذارن. دو روز بعد در 6 خرداد 1301 ایران به انگلیس اعتراض میکنه که چرا 600 نظامی انگلیس در بوشهر حضور دارن، اما انگلیس هم پاسخ خاصی به ایران نمیده. علت مشخصه، ایران در اون زمان قدرتی نداشت که کسی بخواد حتی جواب ایران رو بده. اما ایران 1401 امروز به لحاظ حفظ تمامیت ارضی خودش در کدوم نقطه ایستاده؟ کشوری که تا همین یک قرن گذشته دائما مورد هجمه و تعرض بود و دائما خاک خودش رو به کشورهای همسایه میداد و چند بار در دوره قاجار و چند بار در دوره پهلوی بخش‌های مهمی از سرزمین خودش رو به کشورهای همسایه داد، امروز بعد از 43-44 سال از پیروزی انقلاب به جایی رسیده که کشورهای همسایه رو کمک میکنه تا تمامیت ارضیشون حفظ بشه. ایران در دوره قاجار و پهلوی حتی توانایی بازپسگیری یک روستای خودش رو هم نداشت، اما امروز در شرایطی که جنگ سوریه رخ داد و دنیا بر این نظر بود که بشار اسد و نظام سیاسی سوریه باید ساقط بشه و این کشور باید تجزیه بشه، ایران به اونجا نیروی مستشاری فرستاد و تنها علت ابقای بشار اسد در 10 سال اخیر بود. در واقع کشوری که در ابتدای قرن 14 نه تنها امنیت نداشت بلکه هر روز طوائف مختلفش با خودش درگیر بودن، در ابتدای قرن 15 نه تنها خودش امنیت داره بلکه عامل تأمین امنیت منطقه غرب آسیا است. در اوایل قرن 14 کار ایران به جایی رسیده بود که ارتش متفقین 3 روزه ارتش مدرن رضا شاه رو زمینگیر کردند و کل خاک ایران رو اشغال کردند. اما در اواخر قرن جمهوری اسلامی ایران کار رو به جایی رسوند که پیشرفته ترین پهپاد امریکایی رو در خلیج فارس ساقط کرد. در اوایل قرن 14 کار ایران به جایی رسیده بود که امریکایی ها رسما کودتا میکردن و در 28 مرداد 1332 دولت مصدق رو سرنگون کردن و با کمک چند اراذل اوباش به راحتی یک نفر رو بردن و نفر دیگری رو جایگزین کردن. اما جمهوری اسلامی ایران در اواخر قرن 14 کار رو به جایی رسوند که نیروهای نظامی قوی ترین ارتش دنیا یعنی امریکا جرأت نزدیک شدن به سرزمین های ایران رو نداشتن و وقتی که تجاوز کردن بلا فاصله دستگیر شدن. شروع قرن 14 برای ما ایرانی ها در حالی بود که انگلیسی ها یک پادشاه رو می بردن و پادشاه دیگری رو جاش می زاشتن. حتی اسدالله علم که سالها نخست وزیر و وزیر دربار دوره پهلوی بود قبل از هر چیز به انگلیسی بودن شهره بود. اما اواخر قرن 14 جمهوری اسلامی ایران به اقتداری دست پیدا کرد که بسیاری از جاسوس‌های انگلیسی مثل نازنین زاغری را دستگیر کرد و تا زمانی که انگلیسی‌ها
بابت بدهی‌های خودشون به ایران در دوره پهلوی پولش رو پرداخت نکردن، اون جاسوس رو آزاد نکرد. باورش سخته، اما در اوایل قرن 14 ما ایرانی‌ها حتی روزگاری رو سپری کردیم که پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320، سرلشکر زاهدی، یکی از مقامات عالی رتبه نظامی دوره پهلوی، توسط قدرت‌های خارجی دستگیر شد و به جایی تبعید شد که تا سال‌های سال کسی از وضعیت اون خبر نداشت. اما در اواخر قرن 14 جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود و هست که برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم رسماً به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق حمله نظامی کرد. و از همه تلخ‌تر، کنفرانس تهران در 6 آذر 1322 وقتی که سران انگلیس، شوروی و امریکا در سفارت شوروی در تهران جمع شدند، اما شاه ایران از این اتفاق حتی خبر نداشت. و وقتی که فهمید سران این سه کشور در تهران دور هم جمع شدند، درخواست ملاقات با اونها رو داد، اما هیچ پاسخی نشنید. اما چند دهه بعد در اواخر قرن 14 وقتی که جمهوری اسلامی ایران بعد از بحران افغانستان در کنفرانس بن در آلمان یکی از قدرت‌های اصلی بود که تونست برای حل بحران آینده افغانستان نقش آفرینی بکنه و حتی در مثال‌های مشابه دیگه مثل نشست آستانه و مذاکرات دیگه، این مقامات غربی بودن که همیشه میگفتن جمهوری اسلامی ایران باید باشه، نظر بده و بخواهد تا بحران‌های منطقه‌ای حل بشه. اما جالبه با وجود همه این دستاوردها، خیلی ها فقط به واسطه برخی مشکلات اقتصادی که وجود داره میگن هیچ کدوم اینها فایده ای نداره، چون مشکلات اقتصادی گریبانگیر ما شده. این درسته که ما امروز مشکلات اقتصادی زیادی داریم، اما نباید فراموش بکنیم در دوره پهلوی که هیچ تحریمی از سوی آمریکا و انگلیس علیه ایران اعمال نمیشد و از اون مهمتر ایران متحد درجه یک آمریکایی ها در منطقه بود و از همه اونها مهمتر ایران چند برابر امروز نفت میفروخت و پولش رو هم دریافت میکرد، تورم های افسارگسیخته وجود داشت که حتی خود شاه هم به اون اعتراف کرده بود. طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده. برای مثال کافی است که تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%. تاریخ و گذر زمان بهترین سنگ محک برای اینکه بفهمیم یک کشور در حال پیشرفت یا در حال پسرفت. درسته که امروز هم ما مشکلات زیادی رو جلوی خودمون داریم، اما مرور یک قرن گذشته نشون میده که ایران چطور از یک کشور پیرامونی و حاشیه‌ای که حتی توان دفاع از خاک خودش رو هم نداشت و قدرت‌های خارجی مشخص می‌کردن چه کسی در ایران حکومت بکنه، امروز تبدیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای و حتی جهانی شده. ایرانی که در دوره صفویه در اوج قدرت بود و در دوره قاجار رو به زوال رفت و در دوره پهلوی به اوج خفت رسید، در 100 سال اخیر مسیر رو طی کرده که امروز میتونیم بگیم دوباره اون قدرت تمدنی خودش رو داره پیدا میکنه. این حرفا فقط یک ادعا نیست. روند قدرتگیری جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته طوری بوده که حتی دشمنان درجه یک ایران مثل کیسینجر، وزیر خارجه اسبق امریکا که از اصلی ترین استراتژیست های این کشور هم هست، رسما در مرداد 96 اعلام کرد که ایران میتونه به یک امپراتوری تبدیل بشه. اگر امروز دایره نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی از کشورهای همسایه و مسلمان هم فراتر رفته و در بسیار از کشورهای افریقایی، اروپایی و حتی امریکای لاتین هم ایران نفوذ پیدا کرده، به خاطر احیای گفتمان اسلام سیاسی هستش، کاری که مرد قرن گذشته خمینی کبیر انجام داد و بعد از اون جانشینش آیت الله خامنه‌ای تونست در 3 دهه گذشته ایران رو از موانع مختلف عبور بده تا جایی که ایران 1401 با ایران 1301 قابل مقایسه هم نیست. ممنون که با 5 قسمت از برنامه حافظه تاریخی ایرانی با ما همراه بودید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال بکنید. حافظه _ تاریخی _ ایرانی نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف هستش. با ما همراه باشید.